می ستایمت ای اهورا، زیرا شکوهمندی و آسایش بخش. رضا ابراهیمی هستم، فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما نیکان باشم با یک کلیپ آموزشی دیگه. این کلیپ آموزشی رو تقدیم نگاه زیبای شما خوبان میکنم. دوستان گرامی، در رابطه با خاک نرم، در این رابطه مطمئنن اطلاعات بسیار خوبی رو دارید و بشنوید مطالبی که بنده خدمتون عرض میکنم. ممکنه بتونم با ارائه این مطالب اندکی سطح دانش شما خوبان رو ارتقا بدم. در ادامه لایک و سابسکرایب یادتون نره. معمولا ما در مکانهای باستانی خاکهای نرمی رو میبینیم شبیه ماسبادی که در هیچ جای اون منطقه چنین خاکی رو نداریم، اما همچین خاکی در اون راه رو یا اون دالان یا اون تونل یا درون اون غار وجود داره. این خاک اصلا چی هست و جریانش چیه؟ چرا چنین کاری رو انجام دادن؟ خدمتتون عرض بشه که معمولا دوستان گرامی، این خاک نرم شگرد دفینه گذاری تیموریان بوده. البته در دوران قبل از تیموریان هم این مورد به نوعی مرسوم بوده، اما بیشتر خاکهای استفاده از خاک نرم برمیگرده به دوره تیموری و دفینه‌های تیموری. دوستان گرامی، به نوعی به چنگ آوردن و به دست آوردن اونها بسیار بسیار سخته و قوانین خاص خودش رو داره. خدمتون عرض بشه که معمولا دوستانی پیام میدن، دوستان بسیاری پیام میدن که در فلان منطقه ای کار میکردیم، رسیدیم به خاک نرم و ما اون خاک نرم رو ادامه دادیم و طی مسیر کردیم یا طی تاریخ کردیم، رسیدیم به یک اتاقکی یا به اون اتاقک اصلا به اتاقکی نرسیدیم و متاسفانه دست از پا دراستر برگشتیم. ما بایستی چه کار بکنیم؟ خدمتون عرض بشه که در مبحث خاک نرم، همونطور که خدمتون عرض کردم، برمیگرده به دفینه تیموری و دفینه تیموری هم به این آسونی به دست نمیاد، مگر اینکه اصول و قواعد خاص خودش رو ما به نوعی بدونیم. هرچند که این اصول و قواعد در رابطه با تیموریان، دوستان گرامی، به نوعی آشکار و روشن نیست و واضح نیست و یک نقطه تاریکی هست در باستان، و اگر افراد از این قوانین تیموری اطلاع داشته باشند، در کشور ما اون تعداد افراد به اندازه انگشتان یک دست هم نمیشن. معمولا در زمان تیموریان دفینه گذاری که انجام میشد، در دل تپه یا در درون یک غار یک اتاقک ساروجی بسیار مستحکمی رو می ساختند و دفینه گذاری رو درون اون اتاقک ساروجی انجام می دادند و اون محل رو پر از خاک نرم می کردن، یک متر، دو متر، سه متر، چهار متر پر از خاک نرم می کردن و اون ورودی که زده بودن، اون تونل و راهرو و دالانی که زده بودن، نم نم که می اومدن بیرون، داخلش خاک نرم، خاک نرم، خاک نرم، و درون اون راهرو و تونل چاهی رو حفر می کردن. درون چاه دوستان گرامی می اومدن یک سری تله های فیزیکی رو می گذاشتن و اون خاک نرم رو با یک سری مواد شیمیایی که روی ریه‌ها تأثیر مخربی داره مخلوط می‌کردن و پر می‌کردن، پر می‌کردن تا برسن به در ورودی. در ورودی رو پلمب می‌کردن و ما می‌مونیم و اون پلمب. خب ما حالا به هر نحوی اون پلمب رو پیدا می‌کنیم،
به محضی که پلوم رو پیدا میکنیم، خاک نرم میبینیم، گل از گلمون میشکفه و میگیم بله این راه رو راه رویی هست که به اتاق هدایا ختم میشه. بله اتاق هدایا ختم میشه، اما به چه قیمتی؟ دوستان عزیز، اگر چنین راه رویی رو دیدید که درون اون خاک نرم مثل ماسه بادی وجود داشت، سریعا به نوعی گازتون رو نگیرید، حرکت کنید، بدو بدو به سمت دفینه. مطمئنن یک متر دو متر سه متر که حرکت بکنید میفتید درون یک چایی و هر چقدر بیشتر دست و پا بزنید اون خاک نرم دوستان گرامی بیشتر میاد رو سرتون و خدایی نکرده زبونم لال، درون همون شنهای نرم ماسبادی مدفون میشید و با یک نفس کشیدن ریه‌ها پر از خاک نرم میشه و فاتح اخلاص و صلوات. پس دوستان گرامی، اگر چنین راه روی رو دیدید، شما اولین کاری که میتونید انجام بدید اینه که با اصول و قواعد خاص خودش پیش برید. اولین کاری که میتونید بکنید یک تایر خرابه ای رو داخلش رو پر از سنگ بکنید، روی اون رو با گچ بگیرید و اون تایر دوستان گرامی بایستی وزنش بیش از 45 کیلوگرم باشه. چرا؟ چون اون چاهی که در اون مسیر حفر کردن به نوعی سنسورهای تعبیه شده به روش باستانی با وزن بیش از 45 کیلو عمل میکنه. طوری نباشه که شما 10 کیلو 20 کیلو بله یک سنگی رو بندازید 20 کیلو و بگید بله عمل نکرد. نه اینطور نیست، حتما بایستی اون تایر وزنش بیش از 45 باشه. این تایر رو قلش میدید میره جلو، هر جایی که چاه باشه اون تایر میره در درون چاه و شما بعد از اینکه مکان تله‌گذاری رو مشخص کردید هفته ها بایستی ذره ذره این خاک رو بیرون بکشید، تا مادامی که این راه رو، این دالان، این تونل و اون اتاقه که شما اون خاک رو داشته باشه، عملا شما نمیتونید کاری رو انجام بدید، بایستی اون خاک تخلیه بشه. عرض کردم اون خاک داخلش مواد شیمیایی داره که روی ریه تأثیر میگذاره و بایستی به نوعی شرایطی رو برای خودتون فراهم بکنید که به سلامتیتون آسیب وارد نشه. ماسک آلمانی فیلتردار، لباس مخصوص و سایر شرایط رو بایستی به نوعی رعایت بکنید. تمامی خاک نرم علک شده بایستی تخلیه بشه. زمانی که تخلیه شد تازه شما کف رو رویت میکنید و متوجه میشید که دفینه گذاری در کدوم منطقه است و اونجا هست که تازه باید ساروت شکنی بکنید، تازه بایستی حفاری بکنید، یعنی کار بسیار سخت و طاقت فرسا. برای چی؟ برای اینکه اونهایی که این دفینه گذاری رو انجام دادن یک لشکر این کار رو کرده، اما شما دو نفر و سه نفر یا یک گروه هفت نفره هستید. ضمن این که موفق هم بشید اون سه نفر میزنید تو سر هم، هفت نفر هم باشید بازم میزنید تو سر هم. بعد از موفقیت همون دوستانی که پشت به پشت هم میدید و میگید و میخندید و لذت میبرید از در کنار هم بودن، زمانی که به نوعی میگید سفره پهن هست همه استفاده بکنیم، زمانی که سفره پهن بود اون میگه چرا دیس تو برداشتی، اون میگه برنجی که کشیدی مال تو بیشتره، یه کفگیر بیشتره، خورشتت یه ملاقه بیشتره، تیکه گوشتت بیشتره. در هر حال دوستان گرامی، همون افراد میشید دشمن خونی و سالهای سال با هم میجنگید و حتی فرزندان شما هم با هم خواهند جنگید.
پس دنبال کار سخت نباشید، دنبال کار طاقت فرسا نباشید. مطالب صرفا جهت آموزش شماست. سعی کنید دنبال کارهایی باشید که یک نفره میرید، فقط خودتونید و سایتون. بجز خودتون و سایتون هیچ کس رو همراه نبرید. در این بازار مکاره که میگن عصا از کور میدزدند، دوستان گرامی، با هیچ کسی دست تو کاسه نکن، حتی اون شخص برادرت اگر باشه. دنبال کارهای جاساز باشید. جاسازها معمولا مواردی هستن که میتونن به راحتی دست بدن و شاید پیدا کردن اون جاسازها ماها زمان ببره، اما کار کردن روی اون جاسازها، دوستان گرامی، زیر یک ساعت کار داره. دستتون رو به گرمی میفشارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تک تکتون رو دوست دارم و مثل همیشه امضای خدا پای تمامی آرزوها و رویاهاتون. به دنبال تفسیر عکس نباشید، چون محکوم به شکست خواهید بود. ما رو میخوان در جهل و نادانی نگه دارن با این تفسیر عکس. تا زمانی که شما به دنبال تفسیر عکس باشید، مطمئن باشید موفقیتی در کار نخواهد بود. پس دوستان گرامی، به دنبال آگاهی باشید، به دنبال دانش باشید، به دنبال مطالعه باشید. هر چقدر بیشتر مطالعه بکنید، درصد موفقیت شما بیشتره. چرا؟ چون هرچی شانسی در اومده دیگه در اومده، بعد از این هیچ چیز شانسی در نمیاد. اگر چیزی در بیاد، اون بر میگرده به آگاهی شما، بر میگرده به دانش شما، بر میگرده به هوش و ذکاوت شما، بر میگرده به این که نیمه خفته و خواب مغزتون رو بیدار بکنید. بیدار کردن نیمه چپ مغزتون صرفاً با دازینگ ممکن هست. وقتی شما دازینگ رو داشته باشید، اون نیمه خواب مغزتون رو دازینگ بیدار میکنه و اونجاست که میفهمید دنیا یعنی چی. چرا؟ چون دازینگ شما رو با ذهن خفتتون آشنا میکنه و اون ذهن خفتتون رو بیدار میکنه. مهرتون جاوید و روزگارتون وصل و امید. بدرود.